اینجا سهراب هایی داره که هنوز کسانی چشم به راهشون هستن. اینجا هر کسی یه سهراب داره که خیلی وقت نیست. اینجا کجاست؟ سهراب کجا؟ ایرا رو ببینید. سلام، خوش اومدید به برنامه این هفته آپارات. حسن سرچو هستم. انسان و ماجراهاش در برابر عظمت طبیعت خیلی کوچیکن. تنهایی انسان در جهان در برابر این طبیعت وقتی بیشتر به چشم میاد که او رو منتظر و چشم به راه میبینیم. ایرو، فیلم منتخب این هفته آپارات نمونه ای از فیلم هایی با نگاه متفاوت در سینمای ایرانه. از اون فیلم هایی که در اون انتظار رخداد خاصی رو نباید داشته باشیم و این طبیعت و فضای حاکم هست که به درام شکل و فرم میده و اون رو دیدنی میکنه. اما در این حال این فیلم بر اساس یک رخداد واقعی هم ساخته شده. ایرو ساخته ی هادی محقق هست. آقای محقق نویسنده و کارگردان فیلم، متولد سال 57 در کهگیله و بویراحمده و از 12 سالگی به عنوان بازیگر تئاتر فعالیت هنریش رو شروع کرده. از سال 1379 هم به عنوان طراح، بازیگر و دستیار کارگردان در تلویزیون ایران مشغول به کار بوده و در سال 89 اولین فیلمش رو در اونجا کارگردانی کرده. در این سالها او فیلم‌هایی مثل ممیرو رو ساخته که پیش از این هم در برنامه آپارات به نمایش در اومده بود و در جشنواره‌های جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفته بود. تازه‌ترین فیلم او هم در سال 1400 ساخته شده و اسمش درپ هست. ایرو فیلم این هفته ما از این فیلمساز حضور چشمگیری در جشنواره فیلم داشته و برای صحبت در مورد فیلم هم هادی محقق کارگردانش از راه دور به ما پیوسته. خیلی خوش اومدیم به برنامه آپارات آقای محقق. خب به اتفاق شما و بینندگان فیلم ایرو رو ببینیم، بعد دربارش با کارگردان فیلم صحبت خواهیم کرد.
تنها یه راه وجود داره و اون هم ادامه دادنه. ایرو رو دیدیم ساختی هادی محقق محصول سال 1397. ایرو به زبان محلی یعنی اینجا، جایی که فیلمساز به تصویرش کشیده. قاب‌های بسیار زیبا و دوردستانه از حضور انسان در مکان‌هایی که از فرط واقعی بودن گاهی فراواقعی به نظر میان. ایرو یه فیلم کاملاً مبتنی بر تصویر و طبیعت و سکوته و فیلمساز این شجاعت رو داشته که با محدودترین و کمترین کلمات و با سکوت به بیان فلسفی ایده مورد نظرش بپردازه. اما در بخش تحلیلی برنامه ببینیم که خود فیلمساز چی به دانسته های ما درباره این فیلم اضافه میکنه. دیدن ایرو یه تجربه بصری کاملا متفاوته. چشم‌اندازهای درخشان از طبیعت بزرگ و انسانی که در این طبیعت بزرگ تنهاست و ذره‌ای بیش نیست. نمونه هایی از این دست فیلم ها که نماهای کشدار و طولانی رو در معرض دید مخاطب میذارن و طبیعت بر اونها غالبه در سینمای ایران کاملا شناخته شده و با سابقه است. از طبیعت بیجان سهراب شهید سالس گرفته تا نمونه هایی خیلی امروزی تر. اما اون چه این فیلم ها رو متفاوت میکنه مفاهیمی هست که فیلمسازانش به دنبال بیان اون از این طریق هستن. هادی محقق سازنده این فیلم همراه ما هست. آقای محقق باز خوش اومد میگم بهتون و ممنون از حضورتون. این فیلم رو درباره چی باید بدونیمش؟ درباره انتظار، مرگ، طبیعت و انسان یا پدری که چشم به راه فرزنده؟ هر کی را دردی به جانش داده ای لاجرم استاد دورانش کنی. به نظرم میاد وقتی که به فیلم نگاه میکنیم تمام این مفاهیمی که شما برشمردین در فیلم مستتر هست و وجود داره. انتظار، مرگ، نوع رابطه ای انسان و طبیعت که به نظر من شاید مهمترین مفهومی که وجود داره اینه. در واقع میشه گفت انسان رو زمانی ما میتونیم ارزیابی بکنیم که ببینیم واکنش‌هاش نسبت به اتفاقات پیرامونیش چه خواهد بود. به صورت مشخص ما موقعی که منتظر هستیم چگونه برخورد میکنیم؟ آیا واژه صبر چقدر در درون ما جاری میشه؟ یا وقتی عزیزی رو از دست میدیم واژه مرگ اندیشی میکنیم ما واکنشمون چی هست؟ و در نهایت میشه گفت که تمام این مفاهیمی که شما برشمردین در فیلم وجود داره و شالوده فیلم بر همین عناصری که شما فرمودید بنا گذاشته شده. مرگ البته المان یا نماد تکرار شونده‌ای در فیلم‌های دیگه شما هم هست. چرا این همه سخن گفتن از مرگ هادی جان؟ همه ما میدونیم که در واقع یه روزی میمیریم، ولی همه ما باور نداریم که یک روزی زمین رو ترک میکنیم. احساس میکنم مسئله از همینجا آغاز میشه. آغاز تکامل بشر به همینه که یک روزی ما باید اینجا رو ترک کنیم. اگر به این معنا و به این مفهوم ما در واقع بتونیم برسیم، واکنش های ما به مراتب متفاوت تر میشن، دیدارهای ما به نهایت متفاوت تر و ممتاز میشن. بعضی وقتا به خودم رجوع میکنم میگم چی میشه یک سری انسانهای منحصر به فردی مثل حافظ، مثل مولانا، مثل بایزید بسطامی، مثل خیلی ها، مثل پروین اعتصامی، مثل شهریار، خیلی ها میشه نام برد، چه میشه که اونها میتونن همچه اشعار و همچه مفاهیم یا بیان بکنن ولی دیگران عاجزن؟ و در نهایت به همین مسئله میرسم. اونها به این باور رسیده بودن که در واقع یک روزی زمین رو در واقع ترک میکنن. البته این مرگ اندیشی و باور مرگ اصلا تضادی با این نداره که ما زندگی رو زیبا نبینیم. اتفاقا به نظرم برعکس میشه، یعنی هرچقدر ما به این باور برسیم زندگی برای ما زیباتر به نظر میرسه. احساس میکنیم چون وقت تنگه و یک غنیمتی وجود داره
نهایت به قولی تأمل و تفکر رو ما انجام میدیم که بتونیم در واقع به اون شناخت و به اون معرفت اندیشی که میخوایم برسیم نائل بیایم. و به این دلیل هست که به نظرم میاد آغاز تکامل بشر در همین یک جمله است. ما خوبه که هرچه سریعتر به این مسئله برسیم و باور کنیم که قراره یک روزی بریم. سهراب توی این فیلم برای شما کیه یا چیه؟ سهراب همون طبع کمالگرایی که در درون همه ما انسانها وجود داره. سهراب همون نجابتی است که در واقع پروردگار به همه ما عنایت کرده، ولی مدام با ماست و ما مدام ازش غافلیم. یعنی در واقع این سهراب خیلی نیاز به مراقبت میخواد. هرچقدر سهراب درون ما فعالتر باشه، ما درستتر خواهیم دید. وقتی درستتر ببینیم، بیشتر ستایش میکنیم. وقتی بیشتر ستایش کنیم، بیشتر دریافت میکنیم. و به همین خاطر این سهراب مدام و مدام باید ازش مراقبت کرد، مدام و مدام ازش بخوایم که دستمونو بگیره. و مدام همون جمله هست که میگه تنها تو را دارم و تنها تو را میجویم و تنها تو را دارم و از تو یاری میجویم. اون بودنیه که در واقع هر لحظه ما میتونیم بهش تکیه کنیم. اون اطمینان 100%ی که در درون ما وجود داره، اون لحظه هست که اگر انسان بدونه که در واقع شرمندگی در کنارش چقدر طاقت فرساز، خیلی بی نهایت رعایت ادب میکنه. به این خاطر میگم سهراب همون همه حجم از نجابتیه که در درون ما وجود داره و باید و باید و باید مراقبش بود. شما به یه عبارتی یه فیلمی در باب سکون و سکوت ساختین. این سکوت مدام در فیلم برای خودتون چه کاربردی داره؟ میگفت زیباتر از سکوت نیافتم که قربانیت کنم. این یه مسئله قبل از فیلمه. سکوت به نظرم اهمیتش به این اندازه است که ما رو وادار به بیشتر اندیشیدن میکنه. به چه میکنم های خود و به چه نمیکنم های خود. در واقع اون نجابت درون رو بیشتر تقویت میکنه. همون سهرابی که مدام، همون سهرابی که ازش این انسان مدام داره فریادش میزنه، داره در واقع درون خودش رو فریاد میزنه، ولی یه حجم بسیار زیادی سکون و سکوت داره. یعنی بیشترین حجمی که این انسان داره درون این فیلم، مدام با سکوت خودش با خودش میاد. هر چقدر ما سکوتمون بیشتر باشه، دقیقتر و عمیقتر به اعمالمون با قولی میاندیشیم. و به این خاطر است که به نظر من میگن سکوت شبیه افسانه است، هم هست هم نیست، ولی برای یه عده اساسا هست. باز هم انسان‌های ممتازی که گفتم ازشون اسم بردم. و ضرورت یک زندگی خردمندانه، یک زندگی که میخواد به معرفت شناسی ختم بشه، به نظرم سکوت. برای همینی که خیلی ها میرن روزه سکوت میگیرن. هیچ نگفتن دلیل بر هیچ ندانستن نیست. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای محقق. وقت بیشتری برای ادامه این گفتگو متاسفانه فراهم نیست. علاقمندیم که نظرات شما رو هم درباره این فیلم بدونیم. از طریق راه‌های ارتباطی ما که اینجا داره زیرنویس میشه، شما برامون بنویسید و با همون در ارتباط باشید. و همطور در یوتیوب هم از این طریق ما رو دنبال کنید. تا دیداری دیگه، بدرود و به امید حالی بهتر برای یار و دیگر.